در اولین فرصت مترصد آن بودم که اسمم را در شناسنامه‌ام نیز عوض کنم. پدرم میگفت زینب، ما تو را زینب صدا میکنیم ولی اسمت را در شناسنامه‌ات عوض نکن. من اسم سیبا را قبل از ازدواجم برای دختر آیندم انتخاب کرده بودم. این اسم انتخاب من بود و برایم خیلی اهمیت دارد. ولی من قبول نکردم و گفتم من باید در همه زوایای زندگیم اعتقادم را نشان دهم. اسم زینب هم برای من از خیلی از ابعاد جمله شخصیتی من مهم است. پدرم وقتی دید نمیتواند مرا متقاعد کند، هزینه مسافرتم با هواپیما را به تبریز متقبل میشود تا شاید با این کار بیشتر آرامش یابم. تغییر اسم آسان نبود و به راحتی مورد قبول واقع نمیشد. حسن عموجانم که ساکن تبریز بود در پیشبرد این امور مرا همراهی میکرد. کارمند مربوطه خانومی بود به ظاهر غیر حزب اللهی. او به هر طریقی میخواست مانع این کار شود و بهانه‌های مختلف میآورد. در این رفت و آمدها یک بار متوجه شدم حسن عموجانم از پشت سر من به آن خانم ایما اشاره می کند که کار مرا راه بیندازد و او را از من که شبیه حزب اللهی ها بودم می ترساند. من از این کار او هم خندم گرفته بود و هم یک جورایی شرمنده شده بودم. باری من با اصرار بر انگیزه و اهدافم و شرح شرایط خود تقاضانامه را به رئیس بخش ثبت احوال تبریز ارائه دادم و بعد از دو بار مسافرت به تبریز موفق به تغییر نامم از سیبا به زینب در شناسنامه هم شدم. منتها با اضافه شدن یک جمله در صفحه توضیحات. پدرم از من خواسته بود که در شناسنامه جدیدم مانع از نوشتن اسم علی رضایی ترکی همسر اعدامی هم بشوم، ولی به دلایل اخلاقی و اعتقادی زیر بار نرفتم. شاید هم ناخودآگاه متأثر از احساسات نهفته‌ام به علی بود. تغییر اسم یک پیروزی و دستاورد بزرگی برای من بود. حالا دیگر رسماً و بدون دوگانگی و لزوم توضیح برای دیگران زینب شده بودم و این آرامش و راحتی بسیاری به من میداد. دیگر امثال مخالفانی مانند خواهر فاطمه و خواهر معصومه که در زندان با نام سیبا آزارم میدادند، تربیتی برای پیشبرد اهدافشان نداشتند. همه اطرافیانم نیز حالا رسما منتظر به قبول این نام از طرفم شده بودند. هرچند خانواده و نزدیکان و آشنایانم همگی با احترام به احساس و علاقه من زینب صدایم می‌کردند. تنها افرادی که در برابر پذیرش این نام زینب به شدت و قاطعانه مقابله کردند و علی‌رغم تغییر نامم در شناسنامه باز به هیچ وجه حاضر به پذیرش من با نام زینب نشدند، خانواده و نزدیکان علی همسر اعدامی‌ام بودند. آنها همچنان سیبا سیبا می‌کردند و حاضر به شنیدن هیچ دلیل و منطقی هم برای این نام جدید من نبودند. ما بوی علی را از وجود تو سیبا می‌شنویم. تو نمی‌توانی سیبا تنها بازمانده عشق علی را از ما بگیری. سیبا یادگار اوست، عشق اوست، پاره وجودی و رشته حیاتی اوست. نه، برای ما همیشه سیبا زنده است، همانطور که علی زنده است. این را از ما نخواه که هرگز نخواهیم پذیرفت. سیاره، سیبا، بعد از دستگیریت من لباسهای تو را می پوشیدم. می توانی هرگز جایگاه سیبا را در خانواده ما بفهمی؟ من که شک دارم. عجیب بود و شگفت آور برخورد آنها و نیز غیر قابل انتظار از خودم واکنش من در برابر عظمت قدرت آنها و موج شدید انرژی وجودی. تمامی مقاومت و مخالفت من به سان یخ آب شدهی در برابرشان بر روی زمین پخش گردیده بود و بوت سخت ایستاده من بدل به سکوتی خشم آلود. مادرم بعد از آزادیم درباره دکتر حسین برادر علی ماجرایی را برایم تعریف کرد. حسین بعد از اعدام شدن علی به مادرم گفته بود سیبا همیشه در خانواده ما خواهد ماند. مرگ علی عاملی نیست که او را از ما جدا کند. من خودم میخواهم بعد از آزادی سیبا با او ازدواج کنم. مادرم چون حسین را خیلی دوست داشت از این پیشنهاد استقبال میکند. البته هیچگاه حسین علاقهش را به من نشان نداده بود. به هر حال زمانه و جامعه پر از ظلم و خشونت و انتقام به این عشق در خفا مانده نیز جایی برای باروری نمیدهد. حسین 9 ماه بعد از اعدام علی به طور مرموز و نامعلوم در جلوی چشمان خواهرش سیاره ترور میشود. این قتل نیز برای همه ما یک معما مانده است. خانواده علی مرا به یک مهمانی که به مناسبت آزادی من ترتیب داده بودند دعوت کردند. مهمانی در همه خانه پدری علی بود که ما تا قبل از دستگیری من در آن زندگی می کردیم. اکثرا اعضای فامیل علی در آن جشن شرکت کرده بودند.
عصر حدودهای ساعت 7 من با همون چادر و مقنعه خودم راهی مهمانی آنها شدم. پدر و مادرم به دلایلی نمیخواستند در آن شرکت کنند. با ورود من به خانه همه دم در آمدند. آذر با یک لباس سکسی رقص کنان به سوی من آمد و در حالی که یک شیشه شامپاین در دستش بود رو به همه بلند فریاد کشید به سلامتی سیبا و تق شیشه شامپاین باز شده و قطرات آن به هوا پخش میگردد. من هاج و واش غافلگیر شده بودم. حاضرین با آن ظاهر زینب‌وارم متوجه ناراحتی و بهت‌زدگی من شدند. ذره ای از این برنامه های ظاهراً به افتخار من خوشحال نشده بودم. تازه آن را نوعی مخالفت و تعرض به اعتقادات و شخصیتم می دیدم. ولی جرأت اعتراض به آنها را به خودم نمی دادم. مدتی با خودم کلنجار رفتم و در گوشه‌ای نشستم و با یکی از مهمانان به بحث و گفتگو پرداختم، اما نه نمی توانستم. تحمل آن جو اصلا برایم ممکن نبود. بعد از نیم ساعت رو به سیاره و آذر کرده و گفتم من معذورم از شرکت در چنین مجالسی که با مشروبات الکلی در آن صرف می شوند. من اینجا نمی خواهم باشم. این جمع، این موزیک و کلن این اتمسفر مرا اذیت می کند. من نمی توانم بیشتر در اینجا بمانم. آنقدر متأثر و درگیر مسائل درونیم شده بودم که جایی برای امر به معروف و نهی از منکر نمی دیدم. از آنها خداحافظی کرده و مجلس را ترک کردم. چند روز بعد برای پیدا کردن مقبره علی به بهشت زهرا رفتم. خانواده علی مرگ او را باور نداشتن و قبرش را همینطور. حتی سر قبر او نمی رفتن. به نظرم علی این احساس را به آنها انتقال داده بود. در کمال تعجب من همگی می گفتند علی زنده است و روزی پیش آنها برمی گردد. به ویژه مادر معتقد و متدین او که تمام مدت قرآن می خواند می گفت بارها خواب علی را دیده است و در حالی که شرایط بسیار خوبی داشته به او وعده بازگشت به پیش آنها را داده است. مادر علی تا 15 سال بعد از آزادی من هنوز نیز بر این باور بود. بعد از مدتی پرسجو و گشتن قسمت‌های مختلف بهشت زهرا مقبره علی را در خط 90 و چندمین پیدا کردم. قبری بود معمولی با سنگ قبر ساده و نوشته بسیار معمولی با تاریخ تولد و مرگ او بدون هیچ اشاره‌ای به علت و نوع آن. نمی‌دانم این سنگ را چه کسی در آنجا نهاده بود. متأسفانه آن زمان پیگیر این مسائل نشدم. او را در محل کمونیست‌ها و به قول عام کافرها دفن کرده بودند. کافرها جسدهایشان نیز نبایستی در کنار مسلمان‌ها می‌بودند. این برای من نشانه‌ای شده بود که علی برگشته بود که او را در اینجا دفن کرده بودند. با حالت غریب و اندوهگین آرام بدون گریستن بر سر قبر علی نشستم و به فکر فرو رفتم و بعد از نیم ساعتی راهی خانه شدم. سالها بعد دیگر از آن قبر خبری نبود. آن بخش بهشت زهرا را بالکل تغییر داده بودند. من در مورد یک فرد حزب اللهی و طرفدار جمهوری اسلامی تمام مدت می‌کوشیدم که حرکات رژیم و حتی اعدام علی را توجیه کنم. برای سیاره شنیدن این حرفا بسیار تلخ و دردناک بود. من همچنین به او پیشنهاد می‌کنم که پیش برادر جواد برویم تا او در رابطه با پرونده علی برای سیاره توضیح دهد. بعد از هماهنگی با برادر جواد من و سیاره پیش او رفتیم. سیاره هم ناچار بود از در اوین تا شعبه چشم بند بزند. برعکس من این برای سیاره سخت بود. برادر جواد برای سیاره از پرونده علی توضیح داد که او در فعالیت‌های مسلحانش مشارکت داشته و همین هم باعث اعدام او شده بود. متاسفانه من با موضع توجیهگرانه در جهت دفاع از رژیم نمک بر زخم‌های سیاره می پاشیدم و او می بایست از سیبا عشق علی شنونده و شاهد این موضوع باشد و من نمی دیدم این لحظات دردناک او را. نمی دانم شاید این تغییرات و رفتارهای من موجب شده بودند که آذر و سیاره در برگرداندن وسایل زندگی من و چند تک جواهرات و حتی اتومبیل ما سکوت اختیار کنند. من و علی اتومبیل ژیانی داشتیم که 70,000 تومان آن را خریده بودیم. به لحاظ امنیتی ما آن را به اسم خواهرش آذر کرده بودیم تا در صورت دستگیری ما آن ماشین مصادره نگردد. علی با همان ژیان دستگیر شده بود. با شناختی که از تمایل شدید آذر به مسائل مادی داشتم می دانستم که او قطعا پیگیر آن بوده است. ماشین ما یک اتومبیل ساده و ارزان قیمت بود و وسایل دیگر هم نیز همینطور. ولی این سرمایه های کم و نچندان گرانبها همه متعلق به من بودن و این حق من بود که از سرنوشت آنها با خبر شوم. جواب مادرم در رابطه با آنها همیشه این بود. نمیدونم. اصلا خبری ندارم. تمام وسایل تو از جواهرات و غیره حتی لباسهایت همه در نزد خانواده علی بودند. ولشان کن. مگر تو به آنها احتیاجی داری؟
تنها چیزی که پیش ما مانده آن حلقه نگین الماسدار نامزدیت است. آن هم مال توست و هر وقت خواستی به تو میدهم. آخر مامان، آنها همه وسایل من بودند. آن گردنبند طلا با خوشه انگور نگیندار کم ارزش نبود و چند تک جواهر دیگر که الان یادم نیست. آنها همه متعلق به من بودند. من حق این آنها چی شدن؟ و من حق این را دارم که بدانم آنها چی شدن؟ مگر نه؟ نه زینب، زیاد هم مهم نیستن. آنها خانواده زخم خورده ای هستن. هر دو پسرشان و دامادشان را از دست دادند. به خاطر این مسائل کوچک آنها را ناراحت نکن. مادرم از کیسه خلیفه میبخشید، مال خودش که نبود. او حتما در رابطه با من قیاس به نفس میکرد. این چند تیکه جواهر و وسایل و ماشین ژیان در برابر تجملات او پشیزی هم نبودند، ولی برای من چی؟ به هر حال من سکوت اختیار کردم و دم بر نزدم. هر چند عقده آنها تا به امروز در دلم ماند، من سکوت کردم، حرف نزدم، ملاحظه کردم، به نوعی باج دادم. چرا؟ چون رابطه راحتی نداشتم، احساس گناه میکردم. تحت عنوان گذشت و فداکاری، این چرندیات القا شده در وجودمان ترس و ضعف خودم را میپوشانیدم و خودمان را تازه راضی میکردیم که گذشت داریم. اینک هم که از آنها در این کتاب مینویسم، آری از اون کمبودها و ناراحتی های آن نیستم و سکوتم را در اون زمان ناشی از ضعف و خودکمبینی هم میبینم. ولکن ولکن ها و مهم نیست مهم نیست ها ذره ذره جمع می شوند و بیان که بدانیم به دریایی از مشکلات و ناراحتی های روحی بدل می شوند. محمد روزی به یارانش در صحرایی گفت بروید چوب و هیزم برای آتش درست کردن بیاورید. آخر یا رسول الله، در این صحرایی برهوت از کجا؟ نمی بینید که هیچ نشانه حیاتی دیده نمی شود؟ بروید، حتما پیدا خواهید کرد. هر کس به توان خودش و حتی اندک چوب و خاشاکی. بعد از مدتی هر یک کیسه از خس و خاشاک و چوب‌های ریز را جلوی پیغمبر ریختند. در آخر انبوه زیادی شده بود. حال می‌بینید، در اولین نگاه هرگز فکر نمی‌کردید از این صحرای برهوت این توده زیاد و انبوه چوب تشکیل شود. اعمال و رفتار نادرست ما نیز در مقاطع کوتاه خود بسیار ناچیز و کوچک به نظر می‌رسند، ولی در نهایت کل شخصیت انسان را می‌سازند. البته در روایت اصلی کلمه گناه گفته شد، ولی چون از این کلمه نفرت دارم آن را به کار نبردم و این روایت را مطابق میلم تفسیر کردم. به هر حال نفس جریان درست است که من به آن اشاره کردم. مدتی بعد من آن انگشتر الماس تنها یادگار از علی را از مادرم گرفته و همراه با یک نامه ادبی و پر از احساس به دفتر آقای خامنه‌ای میبرم و آن را به جبهه‌های جنگ حق علیه باطل هدیه میکنم. بدین سان از علی جز چندین عکس از مراسم عروسیمان و خاطره‌ای دور با عشقی نهفته در دلم چیزی برایم باقی نماندند.